آقای نفیسی خیلی ممنون لطف کردید اومدید. ما اومدیم مقابل ساختمان سابق سفارت ایران در واشنگتن و نکته جالبش اینه که شاه سال 1333 وقتی که میاد به آمریکا از مقابل این ساختمان قدم زنان 4-5 تا 4 راه طی میکنه، میره کم پایین‌تر که ما الان میریم اونجا و اون مرکز اسلامی واشنگتنه که تازه تاخته و تأسیس شده بود و تأکیدی بود برای اینکه کشورهای اسلامی میتونن با هم همکاری بکنن، سنی ها و شیعیان، و چون این مرکزی رو در قلب آمریکا راه اندازی بکنن. پرسشی که بخوام ابتدای این بحث با هم داشته باشیم اینه که ایرانی ها خیلی خوب به فرهنگ خودشون مفتخر هستن و بسیاری در طول سالها گفتن که مثلا اعراب به ضرب شمشیر ما رو مسلمان کردن و ایرانی ها نمیخواستن. ادعی هم میگه نه، ایرانی ها با جان و دل در واقع پذیرفتن اسلام رو. تاریخ چه میگه؟ ببینید، درباره مسائل بسیار مهم تاریخی با دو تا شعار برخورد کردن مشکل اساسی ایجاد میکنه. اگر بگیم که به ضرب شمشیر ایران رو گرفتن یا بگیم که نه با جان و دل پذیرفتن، هر دوی اینها غلوآمیز و بی‌معناست. و علت اینم که اینو من عرض میکنم این است که این قسمت از تاریخ ایران که مهمترین و اساسی ترین قسمت از تاریخ ایران، زمانی که فرهنگ، دین، نوع زندگی، استقلال و گسترده ایران به هم میخوره و تا صدها سال ملوک و طائفه در ایران ایجاد میشه و هرج و مرج و هر کسی خلفا هم این عمرای محلی رو به جون هم مینداختن و ایران نابود شد در اثر این حرکت، ولی هیچ وقت این موضوع واقعا بررسی نشد. علتش هم واضحه، یکی اینکه خب علمای اسلام که آخوندهای ما باشن علاقه نشتن به این موضوع بحث بشه، به خاطر اینکه مسلم بود دین الهی و بایستی در جهان مستقر بشه. ایرانی هم اینو فهمیدن و تسلیم شدن. ایرانی های ناسیونالیست هم علاقه ندارن به این موضوع، چون بسیار دردناکه براشون اون لحظه ای که تصور میکنن که یک اقوام عربی که به قول اونها صحراگرد بودن، ولی قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هاست، اینها موفق شدن که امپراتوری اینها رو نابود بکنن. بنابراین این نقطه کور تاریخ ایران باقی میمونه، ولی بحث بررسی این بسیار بسیار اهمیت داره. اگر بحث بررسی نشه باز تکرار میشه در تاریخ. نکته در اینه. آقای نفیسی، اینم مرکز اسلامی واشنگتن که صحبت کردیم به معماری یک معمار ایتالیایی در 1954 ساخته شد و بنا شد با کمک تمام کشور اسلامی از جمله ایران زمان شاه، عربستان، ترکیه و پرچم‌هاشون هم می‌بینیم اینجا. بحث گسترش اسلام در ایران رو که صحبت می‌کردیم به موضوع مقاومت‌ها شما اشاره کردین. مقاومت‌ها در مقابل سپاه اعراب چقدر جدی بود در نقاط مختلف ایران؟ مقدمتاً بگم به این ساختمان که نگاه میکنم یک مقدار زیادی منو به یاد ساختمان مسجد الحمرا میندازه در اسپانیا، که اون را هم سازندگانش ایرانی بودن و همون موتیف ها و همون سیستم های ایرانی رو ما میبینیم که در اینجا پیاده شده و حتی در روم قدیم هم مؤثر بوده. حالا اون داستان جدایست. مقاومت ها در مقابل ارتش عرب فوق العاده زیاد بوده. ما این رو میبینیم مثلا در جنگ تیسفون که به جنگ سلاسل هم مشهوره، یا به خصوص در جنگ جلولا که مهران سردار بزرگ ایرانی مقاومت بسیار زیادی میکنه، یا حتی در جنگ نهاوند و سربازان سرداران ایرانی به خاطر کشته شدن فرمانده اصلی و اینکه در واقع جرأتشون از بین رفته بود، ولی در این حال از سرزمین خودشون دفاع میکردن. این هم که گفته میشه یزگرد سوم فرار کرد، نه، یزگرد سوم حرکت کرد به طرف کرمان و سیستان و بلوچستان و به طرف بالا، به طرف خراسان قدیم، و در فکر بود که ارتش فراهم بکنه و برگرده و سرزمین خودش رو بگیره. منتها
به علت اون اختلافی که بین خاندانهای پارتی و خاندانهای پارسی وجود داشت باعث شد که موفق نشه، به خاطر که خاندانهای پارتی که حداقل سه تا از خاندانهای اصلی از هفت خاندان ایران رو تشکیل میدادن، اینها در همون قسمت ها دارای قدرت زیاد بودن و حتی گفته میشه که ماهوی سوری به تحریک اینها یزگرد سوم رو کشت. حالا این داستان جداگانه، ولی اون چیزی که مشخصه در این وضعیتی وجود داشت، سرداران ایرانی میجنگیدن، مردم ایرانی میجنگیدن، طبرستان که میدونیم حتی تا حدود یک قرن مقاومت کرد و بعد به میل خودش اسلام رو پذیرفت. یه سری از این سپاهیان زارن به طرف چین و اینا میرن. یه عده از این سپاهیان هم رفتن به طرف چین به امید این که از چین کمک بگیرن. چین به اونها کمک نداد و حرکاتی اینها علیه اعراب کردن در چندین بار، ولی خود چینی ها اینها رو استخدام کردن به عنوان ژنرال های بزرگ چینی و حتی مجسمه از یکی از این سرداران بزرگ ایرانی الان در چین وجود داره. خب آقای دکتر نفیسی، بحثی شده در مورد اینکه جزیه چقدر در مسلمان شدن ایرانی ها در اون دوره تاثیر داشته. به تاریخ شکست ایرانی ها از سه دیدگاه میشه نگاه کرد. یکی تاریخ نظامیه که من اشاراتی بهش کردم، یکی تاریخ فرهنگیه که طبیعتاً در ارتباطات دینی اجتماعی مطرح میشه، یکم تاریخ اقتصادیه. قسمت اقتصادی اتفاقاً بسیار مهمه، یعنی اینکه گفته میشه که ایرانی ها با جان دل قبول کردند و فقرا و افراد مظلوم اینا، درست برعکسه. یعنی اون ایرانیایی که اول اسلام پذیر میشن کسانی هستن که در اثر جزیه قرار مال بسیار زیادی از دست بدن. در ایرانیا طبقه اشراف سه قسمت بودن که آخرین قسمت اونها دهقانان بودن و بزرگان و این سه قسمت در اثر جزیه داشتن مال زیادی میباختن و از اون گذشته ما از تاریخ اصفهان که اگر بخونیم متوجه میشیم که بزرگان اصفهان به خصوص از اون قسمت که در قرآن اومده ساغرون، از اون قسمت حالت تحقیری که به اینها میشد خیلی خیلی در عذاب بودن، چون یک عرب یک تازیانی رو میگرفت و اینها باعثی سرشون اونقدر خم بکنن که از این تازیانه رد بشن و تا برن برسن به حاکم و جزیه سالیانشون رو تقدیم بکنن و بعضا هم سیلی و تیپا و اینا هم وارد شد و این جریان تا زمان ناصرالدین شاه جزیه دادن زرتشتی ها ادامه داشت. یه سوال خیلی کوتاه که بحث منحرف نشیم، برای اونایی که نمیدونن جزیه با مالیات چه فرقی داشت؟ ما دو رقم مثلا مالیات داشتیم بر مردم، یکی خراج بود یکی جزیه. خراج که یه لغت سوریانی اصلش هم، این خراج رو ما در سابقش داشتیم قبلا هم، دولت ساسانی هم زمین ها رو احصا کرده بود و بر اساس اون و نوع محصولی که داشتن از مردم مالیات میگیره به نام خراج، اون وجود داشت. اون چیزی که سرداران عرب کردن این بود که اضافه بر اون خراج جزیه هم اعمال کردن. جزیه سابقش هم به خود عربستان هم برمیگرده، وقتی که مسلمین اونجا میگرفتن ادیان دیگر رو، پیروان ادیان دیگر رو مثل کلیمی و غرزالک میگفتن جزیه بدید از غیر مسلمانان، از غیر مسلمان جزیه میگرفتن و این سابقه داشت. بنابراین اینها میگفتن خیلی خوب، ما سه گزینه در مقابل شما قرار میدیم، یکی جنگ، یکی پذیرفتن اسلام، یکی جزیه. جزیه عبارت از این بود که یک رقمی رو حاکم عرب تعیین میکرد که حتی گاه تا 20% از اموال طرف بالا میرفت و علاوه بر اون همونجور که گفتم نوع اخذ این جزیه بسیار تحقیرآمیز بود که به خصوص ما تاریخ اصفهان میدونیم که بزرگان اصفهانی به خاطر این تحقیر، حتی نه به خاطر مال، به خاطر این تحقیر حاضر شدن که اسلام رو قبول بکنن. بنابراین جزیه نقش بسیار اساسی داره که بالای جامعه
شروع کنه تغییر دین دادن. و بر اساس کتاب بسیار ارزشمند برتولد شپولر، وقتی که سر جامعه، بزرگان جامعه پذیرای دین می شدن، تدریجا این به پایین هم نشد میکرد. و هم بنابراین برخلاف اون که گفته میشه که مثلا مردم به ظلم سلطان ها و چیزهای شاهان ساسانی اینها اومدن به اسلام، اینا برعکسه. یعنی اون کسانی که اولین بار پذیرای اسلام میشن کسانی هستن که مال اموالی دارن که از دست بدن. بنابراین ما میبینیم که اتفاقا وقتی که زمین ها رو میگیرن، این زمین ها میگن همه آن مال مسلمینه. ما یک روایتی داریم که یک ایرانی به یکی از خلفای راشدین میگه که من مسلمان شدم، زمین من رو به من پس بدید. ایشون میفرمان که نه، مسلمان شدی به جای خود و زمین مال مسلمینه، من میتونم به تو اجازه بدم که در واقع مدیریت کنی اموال این زمین رو، بهت هم یه حقوق میدم. یعنی زمین مال مسلم بود و ما سابقه از زمین کنده شدن و مهاجرت های عظیم ایرانی ها رو داریم، چون اینا فرار میکردن، چون درآمدی نداشت دیگه. زمین مال خلیفه بود، اینها فرار میکردن و اگر اینها رو میگرفتن، یکی از خلفای راشدین دستور داده بود که روی بازوهای اینها این رو قالکوبی بکنن که اینها فراری هستن و اینها باید بر اسم دهشون رو مشخص میکردن که باید بره تا همون ده دوباره، وگرنه کشته میشه. بنابراین این سیستمی که تحمیل شد بر مردم ایران، یعنی سیستم جزیه و مالیات های بسیار سنگین، کمر مردم رو شکست. علتش هم این بود که خلفای راشدین در نظر داشتن که این کشورهایی که گرفته میشه، اینها انباری هستن برای انباشت مال برای مسلمین که به جنگ‌های بعدی ادامه بدن. و این رو اتفاقا ما می‌دونیم که خلیفه دوم مبتکر این کار بود، چون قبلا وقتی که اعراب جایی می‌رفتن همه چیز رو تقسیم می‌کردن، قالی معروف مدائن یکیشه، همه اینو تقسیم می‌کردن. ولی خلیفه دوم گفت نه، ما باید اینها رو نگه داریم برای جنگ‌های آینده و به مسلمین حقوق می‌داد. نسخه کاملی مصاحبه را میتونید در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا ببینید. به روزی تا سر دیگری بزنید. با نظری از تلگرام شروع میکنم. سلطانی نوشته دین اسلام با عاملیت و بازوی روحانیت عامل بدبختی مردم ایرانه و نابودی ایرانه. روحانیت و دین از هم جدا نیستن، اعتراض مردم به هر دو عامله. صادق در اینستاگرام میگه در بخشی از نظرش البته، مشکل ما اینا هستن که اینقدر دروغ گفتن و مردم رو از نام اسلام هم گریزان کردن. پیام صوتی رو میشنویم و بعد هم نظر یک کنشگر سیاسی رو با هم میبینیم. اعتراض مردم هم به دین، همین آخونده و خامنه و زیر مجمعش. آخه مگه دین جدا از این هست؟ اینا دارن تبلیغ همین دین رو میکنن. مردم به این نتیجه رسیدن آقا جهنمی که اینا نباشن بهتر از بهشتی که اینا توش باشن. آقا نمیخوایم بهشتی که شما باشین ارزونی خودتون، لطف کنید ما رو رها کنید، برید آقا به بهشت خودتون برسید، ما رو هم بذارید تو جهنمی باشیم که شما وجود نداشته باشید. مردم به حسرت دینشون رو خواهند داشت. قبل از انقلاب هم مردم دینشون رو داشتن، مسجدشون رو میرفتن، هیچ مسئله نیست. این شعار در مخالفت با رژیم حاکمه. مردم به دنبال یک حکومت لایک هستن که بتونن زندگیشون رو بکنن، در ضمن مسجدشون هم برن، یا اگر دین دیگه دارن که بر معبدی که میخوان برن و اون آزادی دینیشون داشته باشن. من تصور نمیکنم این حرکت ضد دینی است، این یه حرکت ضد حکومتیه یا ضد حکومت دینی است. به ایران بریم برای شنیدن علت بی‌اعتمادی مردم به روحانیت. مردم ایران برای روحانیت کلن نگاه خوبی که ندارن، به خاطر اینکه ثمره 40 سالی که اینا اومدن انقلاب کردن و اومدن وارد ایران شدن، ثمره خیلی بدی بوده برای مردم. پیامد خوبی نداشته، وضع زندگی های مردم هی رو به زوال رفته تا به اینجا رسیده. ضمن اینکه من نسبت به سنم
کلن از ابتدا نگاه خوبی به آخوندان نداشتیم و همیشه بعد انقلاب این ناامیدی رو داشتیم و میدونستیم که اینها نمیتونن مملکت رو اداره کنن. الانم نگاه من و همه عام مردم به روحانیت یک نگاه فوق‌العاده منفیه و ناامید کننده. اعتراض مردم دیگه، اعتراضی که نسبت به زندگیشون، معیشتشون، اون تورم و چیزهایی که به صورت خیلی نرمال همه آدم ها باید استفاده کنن و ما نداریم، حق طبیعیمونو نمیتونیم استفاده کنیم. علت شعارهایی که الان مردم میدن بیشتر وضعیت عادی مردمه که به صورت خیلی غیر نرمال داره پیش میره. دوایت آیزنهاور اولین رئیس جمهوری آمریکا بود که 65 سال پیش با حضور در مراسم افتتاح ساختمان مرکز اسلامی واشنگتن در یک مسجد سخنرانی کرد. جورج بوش 6 روز پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 با حضور در مرکز اسلامی واشنگتن گفت اکثریت مسلمانان صلح‌جو هستند.